عرض کنم حضورتون، امروز بعد از ظهر، در واقع دیروز بعد از ظهر، الان دیگه سه شنبه هستیم، دوشنبه عصر، برنامه زیبایی داشتین از خواهران هوادار، از خواهران اشرف نشان، که در مورد برنامه حول موضوع زنان و نقش و جایگاه زنان در انقلاب ایران، در سازمان مجاهدین، انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین بحث بود و خواهرمون مهری بهبودی در این مورد صحبت می‌کردن. من فقط می‌خوام اینجا یک جمله از موضع یک برادر مجاهد که در کوران این انقلاب ایدئولوژیک و چیزی که موضوعی که پدیده‌ای که ازش به عنوان رهایی و رهایی زن اسبرده میشه، به عنوان یه برادر مجاهدی که در کوران این انقلاب و این حوادث بوده و افتخار اینو داشته که از نزدیک مفاهیم این انقلاب رو از خواهر مریم و دیگر مسئولین خواهر این سازمان بشنوه، درک کنه، آموزش بگیره، این رو بگم که بحث شاید رهایی زن یک شاخص بسیار مهمیه، اما انصاف نیست اگر این رو نگیم که موضوع فقط رهایی زن نیست، رهایی مرد هم هست. فکر میکنم هیچ مجاهد خلق نباشه، هیچ هوادار مجاهدی هم نباشه، هیچ انسان منصفی هم نباشه که به سازمان مجاهدین از درونی و از بیرون نگاه نکنه و این امر رو تشخیص نده که مردان مجاهد، برادران مجاهد در کوران این انقلاب رهایی بخش بسا رهاتر، بسا آزادتر، بسا مسئولتر، بسا انقلابیتر شدن و بسا انسانتر شدن. در واقع این آزادی و این رهایی فقط رهایی زنان نبوده، رهایی مردان از قل و زنجیرهای استثماری که بر پای اونها هم بسته شده بوده. وقتی از کسوت، اگر هر برادری یا هر مردی از کسوت انسانی خارج نشده باشه، در طایفه استثمارگران نرفته باشه، به طبقه دشمن نپیوسته باشه، قطعا از رهایی زن، از هژمونی در چارچوب سازمان مجاهدین بگم، از هژمونی زنان مجاهدی زی صلاح در سازمان مجاهدین، انرژیهاش آزادتر، مسئولیتش مسئولتر، انقلابیتر و همونطور که شما گفتی انسانتر، با هویت انسانی بالاتر.